موضوع دوم بیادر بخش آموتور مکلفیت تربیت بدنی است. تو که از آموتور مبرایی و میری ده حرفوی، تو خودت سر خود پول مصرف کن، خودت که هست بیادر عزیز از حرفید پول درآمد. یالا بسم الله. اگر تو گله زیر داری که بر ما پول نمیته تربیت بدنی، مکلفیتش نیست مکلفیت که بر تو پول بده. مکلفیت سازمان های مثل ما واره است که از اینمی استفاده کرده بر تو پول میرسانه. ایسیه برو اگر بگوی سازمان SLFC بر ما کدام کمک نکد، چون که من در قرارداد سازمان SLFC اسم پول بر من آده جای میگیره. وقتی که شما میگین تربیت بدنی، وقتی که حرفه‌ای کار شدی دیگه بکش خود از تربیت بدنی. تربیت بدنی دیگه بیچاره بر تو چی کنه؟ اون ما هر زمان امی مشکلات خود رو میگیریم سر دیگه هم اندازیم. این بسیار اشتباه است. باید این موضوع رو باید ورزشکارا درک کنه بفهمه کار تو وقتی در بخش حرفه‌ای اومدی، تو دیگه از سلطه یا زیر سایه تربیت بدنی برآمدی. این تربیت بدنی اما قدر چون امکانات ما در افغانستان انوزه بر بخش پروفشنال خود ما قدر نداریم، این قدر مثال یک مکان با ما در خدمت ما بته، این همکاری ها را که میکنه او همکاری های اخلاقی است. ولی اگر این که فهمیدی که ما بخوایم بریم بگیم که ولی من پروفشنال کار هستم، میرم در امریکا مسابقه میکنم، وقتی میایم باید رئیس تربیت بدنی با پیش ما بیاید، دولت ما را بخواید، هیچ اشتباهی ی بیخیشت بازی ها باید ورزشگاه ها باید این موضوع رو درک کنن بفهمن. یکان دفعه من می غرور ناق افغان ها را که میبینم استاد ده یک جایی میرسه که کتشان گب زده نمیشه. هدف من صرف دیگه ای چون یک یادآور به خاطر شدم، هدف من اکثرا سر از این مربیای از یا بوده این ورزشکارا استاد سر از این مربی ما یک بزنم اینمی مربیای از یا را مدی اقل باید داشته باشد سر خودت یک نقد دارم من. روز دیگه نه او روز دیگه من برد گفتم این مشکل مربیا که هست از اون برنامه دیگه هم گفتم مربیای ما هست، فرض مثال استاد حیات الله خیری است، استاد سلطانی است، استاد یوسف مهمند است. شما شاگردایتان که هست در مسابقات سازمان SLFC است، شاگردایتان که شما دو ماه سه ماه چهار ماه تمرین میکنه تا که در مسابقه بیای، روز مسابقه با شما داور هستند در کنارشان نیستین، چرا؟ خب ای از امی ابتدا ما که ورزشکارا که تمرین میکنیم برازیا ما یک کس دیگر هم کوچ گفته که ایشان می داشته باشیم که از تمام برنامه های از او با خبر باشه. آیا زکی رسولی از تمرین های حدود متین خبر بود استاد؟ که امروش پارتینر بود. امروش پارتینر بود. چندین جلسه سپارنگ داشتن در بین خودان، سپارنگ هایشان تمرین هاشون. یک مشکلی که در حدود متین بود بیچاره را که من او را به خاطر میگم، حدود متین بسیار کم وقت آمد به خاطر تمرین، چون این مشکلات های را و گپ و سخنی که داشت نتونست و یکی دوم سازمان هم این برنامه از یار بسیار دیر اعلان کرد و وقت برایشان کم بود دیگه به او خاطر نه خود در حدود 35 روز 40 روز بود تا که واپس دوباره آمادگی آمدن و گپ و سخن کرد 25 روز ماند. دمی 25 روز یعنی زکی هم روش در تمرین بود و ما هم هر ورزشکار را که مثال ما باشیم یا استاد سلطانی باشه یا استاد خیلی یا هر استاد دیگه که باشه اگر مثال میاد در برنامه داوری و یا می باشن بازوا اکثرا امرای زوا پارتنرای شما چیز میسون و در اینجا سهولت سازمان به خاطر از می بر ورزشکارا در این دور داد، چون ما پیشنهاد بر ورزشکار سازمان امیر دادیم که اگر یعنی اگر کاری امرای چی شود رهبری تصمیم به میگیره که خیر پارتنرای زیا اگر عضویت سازمان هم دارن فایترای سازمان هم هستن خیر میتونن که امرایشان کوچ باشه به خاطر از اینمی که اکثرا ما کسایی را که در زوا باز برابر میشد که وا کوچ که در زوا نمیتونست درست باشه دیگه به او خاطر باز اینمی استاد پارتنر تا پارتنر است، پارتنر فرق میکنه استاد از کوچ که خودت یک سپارینگ پارتنر میباشی که تزون مو آدم خو کوچ فرق میکنه با یک پارتنر استاد. هر فایتر یک کوچ خوب شدن نمیتونه، این مردم میفهمه حال کوچ کلگی ما میفهمین که کوچ خبیب نورمگمدوف پدرش بود کسی میفهمه که او چقدر خودت میفهمی که چند مسابقه کرده او؟ نه. چرا؟ بخاطر از اینکه او کدش بود بخاطر از اینکه فرق نمیکنه که او فایت کرده یا نکرده، صحیح است کوچنگش درست بود، کوچنگش بسیار مهمه. نه هر کسی که جواب داد بیار میگم که جایزه بگیره از پیش من، خب نمیتونه پیش روی من که بیشن تا که گوگل نکنین، درست است؟ کوچ فرق میکنه استاد. اگر فرضاً ما روز دگام گفتم یک مدل داشتم، یک پیشنهاد داشتم که اگر استادایی که فرضاً مثال داوری میکنن و فکر میکنن که مشکل چون ده داوری شاید مشکل پیدا کنن دیگه داوری کردن نتونن، اگر دونو مسابقه کدام شاگردتان هست که بسیار مسابقه کلیدی داره مرکزی داره، شما میتونین اساسا بگین که من دورم نمیخوام داوری کنم، میخوام پالوی
فایتر خود من حیث کوچش باشم به خاطر از اینکه ما کار کردیم که از اینکه زحمت کشیدیم کوچام شما خودتان هم بیادر عزیز یکان دفعه گیر کوچه حسن چپ خودم میزنین باز نکته خوب اشاره کردید نشارم این بعد امی تصمیمون به یادآور میشیم این نظر عید رهبری رو میگیریم در این موضوع بسیار گپ بسیار مهم است دیگه ما اکثرا به خاطر چونمیه بعضی نزاکت ها رو میخواستیم با ما میگیم در چون در داخل سازمان خدای نخواسته کدوم مشکل مواجه نشه کسی سر ما انگشت انتقاد نگیره به او خاطر دیگه باز ما نمیخواستیم که مثال در بخش کوچینگ به نکته خوب اشاره کردید انشاءالله ما در جلسه بعدی که امروز عید رهبری سازمان شیشتیم این موضوع رو انشاءالله مفصل هم روشم گپ استاد یک گپ دیگه من برات بسیار هستم که انشاءالله من بسیار بر بسیار آزادانه برات میگم این موضوع رو استاد روح‌الله محمدی به مسابقه دوم شرکت رمضان اسماعیلوف بود نه اسماعیل رمضان بود یا رمضان اسماعیلوف بود کاتزو کات من سیمو تمرین کردی یادم درست است خب بعد از اون من هیچ وقت کاتزو تمرین نکردم یعنی تمرین ندادم ما استاد روح‌الله محمدی را به خاطر از اینکه من میفهمیدم که من چی کنم که تمرین بده میره سه ما تمرین کنی که باسته کنارش هم استارت شده نتونی چون که اونجا برنامه داشتم اونجا ما باید در کامنتری میبودم ما باید در چی میبودم در اناونسمنت میبودم وقت نداشتم اصلا که برم پالوی نمی موضوع سرما میاد خب سر شما میاد من ایلا کردم من ایلا کردم من دیگه استاد روح‌الله را گفتم من که تمرین کردن نمیتونم من تو را تمرین بدم بازونم تمرین ها که هست من تو را گفته که نتونم داخل کوچ پالوی در کنارت نباشم خب چی فایده خور ان شاء الله من بعد من ایلا کردم دیگه تریننگ دادن و تمرینات هم ایلا کردم اگر فرض مثال من ایلا میکنم کامنتری را و اگر کدام من چرت ازیرا میزنم من فعلا بسیار فکر ازیرا کده رئیسم که ما یک تیم جور کنم اگر من تیم ام ام ای را جور کنم باز مرا شاید دق داخل قفس نخواد ببینین شما خیلی از اون ما به نظر ما هیچ اون کار نکنی خوب است بهتر خب خیر و گپای هست که سر شما میتونیم که بس کنیم استاد برنامه 13 دور 13 شب نبرد چی گفتنی داری در مورد ازی؟ دور 13 شب نبرد انشاءالله یک برنامه متفاوت یک برنامه یک فایت کارت بسیار قوی است انشاءالله که به زودی اعلان میشه خب فقط صرف ما یک اشاره میرسونم به مسابقه مرکزی ره که مسابقه مرکزی انشاءالله در دور 13 بین فرامرز محمد و شاهین نجفی از به 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 فرامرز محمد مسابقه بالای کمربند است و شاهین نجفی همین شاهین نجفی خیلی زیاد نشد دیده نیمی روزا در فیسبوک در یوتیوب خب همین موضوع را ما هم بیشتر ما شما بحث موضوع از بود که این دوستای ما ناقد درگیر از تو مسئله درگیر از دیگه پامنس فلان را جلزی بسرم بعضشان واجد شرایط است ولی بعضشان اویی به خاطر شهرت های خود نیکارا را میکنه ولی اون به من تضرر میشن در این موضوع بعضشان امکان داره واجد شرایط باشه امکان داره که امرای شاهین نجفی جوره شوی امرای مازیار یا مازیار امرای از واف فایت کنه ده او موضوع نیست ولی ای که مثال یا در صفحات اجتماعی من با سر صدای ناق هم اندازن نی خوب نیست ما یک چیز خواندم ای رو میخوایم بگویم فقط در دوستایی که مثال لایف رفتن و همه طور نوشتاری آمدن و اکسار انداختنی باور کنیم ما یک چیزه که الفای قیار رو یافتم بسیار یک چیزی متن بسیار خوب نوشته کده بود بسیار یک متنه که اصلا از توقع هم بسیار گرنگ سنگین چی نوشته کده بود اصلا خو همه قدر هم با یک الفاظ بسیار خوب بطوره چند چیزی که دیاد مسجد نوشته کده بود که اگر مازیار سه تا یا چهار تا افغان ها را زده من دو تا ایرانی را مسابقه را از پیشان بردیم ولی به خاطر نزاکت ها و به خاطر از این کمی که اکثر هم که شانال دوست شدیم من همی اکثر هم زیاد شیر نمی کنم ولی اگر امروز که تو میایی بر ما ایره در روی ما میکسی و میگی که ما یکی از فایترها هستم که کابوس شدیم به افغان ها به فایترهای افغان دیگه بازی را ما تحمل کده نمیتونم اگر سازمان لازم ببینم هم رایت مسابقه میکنم و همین الفاظ بسیار خوب نوشته کرده بود نه بیادر آقای عزیز اول سازمان من میگم هر گپی که میزنین شما بزنین آزاد هستین نام سازمان ما رو نگیرین چون ما بک نمیکنیم میگه به ما که اصلا پشتبانی از این موضوعات نمیکنیم یکی میباشه وقتی که در برنامه هستی آل شاهین نجفی و فرامرز محمد وقتی که آل جورهشان اعلان شد یا میتونه که در بین یکی دیگه خود گفتگوی داشته باشه چون که زیاد فایت مردم که سایکولوژیکلی هم میبرنی میبرن تفصیل خود داره ببینین من فکر میکنم که 70% فایت خوده دوست ماچین و علی رضای شریعتی فقط در حرفای خود برد در سر صدا بود در سر صدای خود برد این آدم حدود متین قذیر گرفته بود در کل پرس کانفرانس ها
که حدود متین گفت حساب ما خیلی خراب است. خراب است. تاثیر خدا زیر تاثیر خدا بود. در اونجا شما میتونین که در چهار چوکات بیادر عزیز چهار چوکات ادبی. ادبی. درست است چهار چوکات البته اخلاق ورزشی. شما با یکی دیگه خود هر گپی که میزنین بزنین. که شایسته یک ورزشکار باشه. اونجا مزام میته استاد. اینجا که شاهین نجفی از یک طرف میای میگه که من باز محمدم چالش میکنم دگرم میکنم باز گپا که هست یک ذره بالا میره و باز سازی میشه که توهین شوه نه که دیگه توهین کنن و این مسائل است که ما خود ما به می خاطر سازمان قرار است که من بعد هر ورزشکاری که قرارداد سازمان باشه و این موضوع رو دامن بزنه و این کار رو بکنه بدون مشوره سازمان و سازمان در جریان نباشه دیگه امکان زیادش میره که یا بلک لیست شون. بیادر اینطور بگوین من مرتون طریقه درستش برتون میگم. اینطور بگوین وقت فلان میخوایم فایت کنم. نه؟ تارگت بعدی ما فلان است. من حقدار ازی هستم که کت فلان فایت کنم. چون که یک بار UFC زیاد میزنه بچه‌ها UFC زیاد میزنه نمیگه پاره. میگن نکس فایتر من باید فلان باشه تونی فرگوسن باشه. من میرزدم. حالا حقدار ازی هستم که من کانتندر باشم برای کمربند. او بغدار ازی هستم که باید سر کمربند مسابقه کنم. اون گپایتون رو بزنین نفرتون رو مشخص کنین که فلان نفر که هستم می خوایم که مسابقه کنم. اون وزنی که هست. اون وزنی که هستی در قرارداد SLFC که باشه اون موادم. درست؟ در قرارداد SLFC که باشه اون موادم. اگر با سازمان SLFC میبینه که اونمو مچپ خوبی است و مردم پشتبانیش میکنه که فرض مثال اگر فراموش گفته باشه مش میخوایم که شرکت شاهین نجفی فایت کنم ببینیم که شاهین نجفی هم در قرارداد ما است فراموش هم در قرارداد است هر دویشان که است واجد شرایط هم هستن و مردم هم منقدر فیسبوک و یوتیوب کامنت ها میکنن که آی فایت جالب است این فایت بگیرین و ما میگیریم اونمو فایت نه که شما بیادر هوایی بیاین بگوین که فلان حال دل تانسه که کتی کارنر مگرگر فایت کنین ما کارنر مگرگر رو بیارم برتون دیگه این مشکلات ها هست انشالله امیدواری هست که خود بسیار تغییرات الحمدلله در ورزش افغانستان بخصوص در بخش ایمیمی آمده امیدواری هست که با می برنامه ریزی های سازمان ها بخصوص سازمان SLFC بخصوص بخش انضباطش چون این مسائل بسیار رول داره اگر ما این کارا رو در سازمان نمیکردیم امروز این ورزشکارای قدر آرام نمیشد این ورزشکارا رو ما شما شما لوگیری کنین از تر کارا بیادر عزیز عرفان جان اگر آتش در گرفته شما پترول نندازین و هر دوستای ما که دلایوا میره تر گپا رو میزنه خیر شما میتونین که بسیار تو راحت کت نفر بگوین چالش میتی قبول دارم میزنم فلان میکنم بس همین مشکلی که از تو که یک چیز نداریم خو اینه میگه بده قوم قومیت بازی نبرین برادر عزیز یک کشور به دیگه کشور نبرین حالی که دخیل شده حالی که ما مجبور هستیم که به خاطر ازی که زیاتر مردم در افغانستان اصلا شرایط افغانستان واجب ازی را نمیدونه که یک نفر بیار از مشکل خارجی که دل نمیکنه در افغانستان بیایه و اگر میکنن هم اون مردم نیستن که بسیار رکوردهای بالا داشته باشن یکان محدودیت ها هسته که ما البته با کشورهای همسایه مبارزه را زیاد میکنیم کوشش میکنیم که زیاد شوه و دیگه مشکل عمده ازی موضوع عمده اینجا هسته که استاد که کشورهای غربی البته فایترهایشان خیلی رکورد بلند داره بسیار مشکل اینجا به اگر او کلگی مردم در کشورهای خود سازمانهای داره که تا 5 مسابقه 6 مسابقه 10 مسابقه 12 مسابقه را خود از اون سازمانهایشان میپذیره بله. وقتی که او از کشور خود میخزن و مبراین در کشور دیگه میرن و میخواین که یک فایت داشته باشن که به لول بالا باشه فایت داشته باشن که به با پول بالا باشه فایت داشته باشه که شوی بهتر داشته باشه پس اون مردم و مردم واقعی را که ما اینجا میاریم و فایترهای واقعی که میخواین اینجا بیایه برای زوای مسئله سیکیورتی خیلی مهم است رول داره. ای بعد از این حرف باربوزایی که گفت که من تهدید شدم در افغانستان خیلی مشکل شد پس یکان محدودیت های هسته که ما کتی کشورهای همسایه این برنامه را برگزار میکنیم بیادرهای عزیز لطفاً اینه میره موضوع قومی موضوع کشوری نسازین سیاست ها را در اینجا دخیل نکنین و از اخلاق و در زمین نورستانی صاحب سطح امی ورزشکارای ما همین قدر است که امروز ما که زمین ورزشکارای یعنی ایران و تاجیکستان و پاکستان و هند و نمیا برنامه ریزی داشته باشیم به خاطر هنوز سطح از یا بالا نرفتن نه ریکاردای از یا بالا رفته که ما قدر یک ریکارد داشته باشه که یاد برنامه های بالا برن
البته یک نظر ما هم از دمی موضوع نه خوب دیگه در موضوع در موضوع چلنج و چلنج بازی لول آخر ورزشکارای افغانستان ما دی نیست که دمی موضوع چلنج چطور هم نظر هستی لول آخر لول آخر ورزشکارای افغانستان ما فعلا دی نیست که کلا جون همین هر ورزشکاری که ببینیم میگه والا ما باید که دی نیست که ولی دی نیست که گفت کی مشنوسی جا یکقدر دی نیست که گفت که در افغانستان بابا معرفی شده باور کن ایره دم خود روسیه کس نمیشناسه. تشکر بسیار زیاد استاد یوسف مهمند، خیلی خیلی برنامه خوبی بود، مرا خوش اومد. سلامت باشین. البته هیچ احساس نکردم که روزه دارم، دانم خشک شده رئیس، خیلی خوش گذشت. با خیر باشین امرو و همچنان خوش. تشکر استاد. دوستای عزیز تا برنامه بعدی را دیگه خدا یار نگهدارتون. گپا زیاد شد. خداحافظتان. خداحافظ. بخیر باشین.